سلام و وقت همه شما بیننده های گرامی بخیر. انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشین، دور از استرس های زندگی و دور از مریضی ها. خب از جای دل امروز خواستم که یک شیرینی بسیار مزه‌دار و لذیذه که پرطرفدار زیاد داره به نام تیرامیسو هست تر بسازیم. بسیار شیرینی مزه‌دار و لذیذ و بسیار عالی هست. میریم که با هم طرز تهیه ای شیرینی را بیننده باشیم و در قدم اول موادای تازه. خب بیننده های عزیز، طوری که مشاهده هستین بیسکوت داریم ما. بیسکوت های فینگر بیسکوت هسته، دو رقم قیماق داریم، سی عدد تخم هسته، وانیل داریم، پودر شکر هست، کافی هست و پودر کاکاو. به می اندازه که مواد هست، به می اندازه مواد کم، ما یک ترمیس های بسیار عالی و لذیذ و مزه‌دار تر می سازیم. خب دوستان میریم که با هم تیار بسازیم. خب دوستان یک ظرف پیش دست میگذاریم که سه عدد تخم است. سه عدد تخم تنها زردیش لازم داریم، تنها زردیش لازم داریم. زردیش جدا می کنیم داخل از ظرف. خب دوستا زردیای تخم هم جدا کردیم و حالی میریم طرف پودر شکر. پودر شکر هم 4 قاشق غذاخوری علاوه میسازیم، به خاطر که بیسکوت ها شکر دارن، شیرین است و 4 قاشق که ما اضافه میکنیم کاملا بس است و داخل از زردی و اینا را اول اینجا میکس میکنیم که کاملا مواد و زردی یک دست شون. دست زردی ها میکس شد و حالی میاییم که ما به داخل یک دیگ آبی جوش قبلا ماندیم که تیار جوش کدگی باشه و همین زردی و پودر شکر که ما داخل از کاسه مخلوط ساختیم میره بالای همه حرارت میگذارم، به خاطر که همین خامبویی که زردی تخم داره همین کاملا گم شوه و بعد از آن اندازه 5 دقیقه ما ایره بالای زمین حرارت میکس میکنیم که یک حالت کریمی را به خود بیابه، بخاطر که همین شکرم آب میشه، همین پودر شکر ما با همین زردی تخم کاملا میکس میشه و یک حالت کریمی به خود میگیره. خب بعد از 5 دقیقه ایره از روی حرارت پایان میکنیم و حالی بیاییم که اصلی کرم ما تر میسازیم که 2 قوطی قیماق داریم. این قیماق کمی نرم است و بسیار قیماق مزه‌دار عالی هست. خب این 2 پاکت قیماق اول ما میکس میکنیم. خب بعد از آن باقی ویدیو را بیننده هستیم. خب دوستا این 2 تا قوطی قیماق که کاملا نرم بود آبگین ما ایره آنقدر میکس میکنیم که تا به این اندازه برسه، کمی پاش پاشه و بعد از اون اصل کریم ما داخل از این کریم که میکس کردیم ما علاوه میسازیم که این کریم قیماق تیرامیسو هست. بسیار یک قیماق مزه‌دار عالی
میتونیم هم قسمم استفاده کنیم بخوریم، هم بسیار مزه عالی داره و این را بسیار کمی اندازه 2 الی 3 دقیقه وقت نیاز داریم که با مخلوطگر یا مکسگر ما این را مکس بسازیم، چون که زیاد لازم نیست که اما حالت خود از دست میده، چون این قیماق آماده هست و زیاد به مکسگر نیاز ندارم. خب دوستا، کرم تیار شده و همین قدر کافی است و حالا میریم امی زردی تخمه که با پودر شکر ما تر ساخته بودیم بالای حرارت و ایرا هم بالا زمین کرم ما علاوه میسازیم. خب دوستا و دیگه به مسگر نیاز نداریم و با همین قاشق مکس میکنیم، به خاطر که کاملا قیمه خامی ما تیار است. دیگه فقط با همین مسگر اندازه 2 یا 3 دقیقه ما مکس میکنیم با دست ما که کاملا موادها یکسان شوند، همین کفایت میکنه. چه کریمی بسیار مزه‌دار عالی تر شده و وانیل داریم و در اخیر وانیل رو هم علاوه میکنیم بالا زمین مواد ما و دوباره 1 دقیقه هم مکس میکنیم، کاملا کریم تیار است. خب دوستا، بازم با یک ظرف دیگه هم نیاز داریم که اندازه 1 قاشق غذاخوری کافی هست علاوه میکنیم و به 1 گلاس چایخوری آب گرم است بالای کافی علاوه میکنیم و اینا رو مخلوط میکنیم که کاملا کافی حل شوه و آماده باشه که بریم بخیر ترامیسو رو تر بسازیم. خب دوستا، و حالی بیسکوت ها را که ما داریم برای ترامیسو و اینا را داخل از امی کافی 1 فرو میکنیم و دوباره پس کشیده و روی هر ظرفی که دوست داشته باشین میتونین تر بسازید و جای به جای میکنیم و جایی که بیسکوت ها مثلا کلان باشن میتونیم که با چاقو کمی ببریم و میتونیم برودگیش را هم او طرف نبردیم و در جاهایی که خالیگاه داره و همونجا میتونیم استفاده کنیم و هم قسمی کارهای ما را ادامه میدیم. خب دوستا، بیسکوت ها کاملا چیده شد و حالی کریمه که در ساخته بودیم به 1 لایزی کریمه علاوه میکنیم و کاملا روی همین مواد هم میپوشانیم با همین کریم. خب دوستا، روی بیسکوت ها را با کریم پوشاندیم و لایه دوم را هم همه قسم بیسکوت ها را داخل کافی انداخته و روی مواد جا به جا می کنیم و می تانین 3 لا یا 4 لا همه قسم ادامه بدین و من 2 لا کاملا بس است و بعد از 2 لا دوباره کریم ها همه قسم علاوه می کنم با قیمت کریم ها و کاملا روی مواد می پوشانم، 1 دست برابر رویش تیار می کنم. خب دوستا ببینین، کاملا کریمه بالای بیسکوت پوشاندم همه جاشه، 1
دست و حالی پودری کاکاوی که داریم بالای زمین کریم علاوه میکنیم که کاملا همین سفیدی پوشانده شه با همین پودری کاکاو. و بعد از این که پوشانده شد روی کریم با همین پودر کاکاو و ایرا حداقل 4 الی 3 ساعت در یخچال میگذاریم که سرد شود و بعد از 3 الی 4 ساعت ما میتونیم که نوش جان کنیم. دوست عزیز، خب دوستان، تیرامیسو کاملا تیار است و بعد از 4 ساعت ما ایرا از داخل یخچال کشیدیم و بسیار آهسته کمربند اینا وا میکنیم و ایرا آهسته میکشیم و حالا میخواییم که نشان بدم براتون که چه یک ترامیسوی بسیار مزه‌دار عالی تر شده و یک برش میزنیم. خب دوستا، این هم ویدیوی ترامیسو که من امروز تیار ساختم و با شما از دل شریک ساختم. خب انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه و تشکری میکنم از حمایت شما از دل. تا ویدیوی جدید، خدایا رو نگهدار تک تکتان.